سال بعدی، کدام عبارت قضیه شخصی است؟ گزینه یک، دستهایت را بشوی. دو، از کار دست کشید. سه، انسان عصر ما تنها است. چهار، سرب برای انسان مضر است. خب اینجا یک بحثی پیش میاد در تفاوت مختصری که تعریف قضیه شخصیه در کتاب نظام قدیم و نظام جدید داره. در کتاب نظام قدیم و البته درست هم از در کتاب منطقی، اصولا قضیه شخصیه رو یک قضیه میدونن که موضوع اون به یک فرد یا شخص خاص و مشخص یا یک مجموعه خاص که معلوم باشه کی هستن اشاره داشته باشه. بیشتر از اینم توضیح نداد. در کتاب نظام جدید گفته شده موضوع قضیه شخصیه یک مفهوم جزئی هست. مفهوم جزئی رو چجوری باید تشخیص داد؟ طبق بیانی که در کتاب نظام جدید اومده، یا باید اسم خاص باشه مثل حسن، حسین، داریوش، آلفرد، مریم و مثل، یا جای خاص باشه، میگم میدان آزادین ها، تخت جمشید، پاریس و مثل، یا یک صفت کلی، مفهوم کلی است که جلوش صفات اشاره این و آن بیاد، یا همین و همان. اصطلاحا قابل اشاره حسی باشه، بگی این میز، آن کتاب. با این وصف و با صرف داشتن این اطلاعات، این تست حل کردنش مشکل خواهد بود. من توصیه میکنم برای اطلاعات تکمیلی در مورد تفاوت مفاهیم جزئی و کلی به صفحه بنده در سایت پاسخ مراجعه بکنید. یک سری توضیحات رو اونجا خدمتتون ارائه میدم. و اما این رو چطوری باید حل بکنیم؟ ببینید، گزینه یک گفته دستهایت را بشوی. بشوی جمله امری هست یا نه؟ اساساً جمله وقتی امری باشه، فعل امری باشه، جمله ما حالت امری و انشایی پیدا میکنه و اصلاً قضیه نیست. وقتی قضیه نباشه دیگه اصلاً به سراغ شخصی بودنش هم نمیریم. دو، از کار دست کشید. این از کار دست کشید اشاره به یک او، یک فرد مشخصی داره که در موردش داریم صحبت میکنیم. مثلا ما الان 2 دقیقه است در مورد یک دوست مشخصی داریم با هم صحبت میکنیم، بعد میگیم از کار دست کشید، اشاره داریم به یک فرد مشخص. انسان عصر ما تنهاست. خب ببینید، انسان عصر ما کدوم مصداقش؟ انسانهای عصر ما تعداد چون خیلی زیادن، مصادیق متعدد، عملا مفهوم کلی میشه و به یک فرد خاص اشاره نداره، بنابراین این قضیه هم نمیتونه شخصیه باشه. سرب برای انسان مضر است. خب سرب هم مصداقای متعدد داره، کدوم سرب خاصی رو که نمیگیم، همه اقسام سرب ها یا لاقل بخشیش رو میگیم که مصداق بیش از یک در ذهن ما ایجاد میکنه. بنابراین پاسخ صحیح گزینه 2 هست.